هرچه بیشتر زمان پیش می رود، اختلاف و درگیری میان مسلمانان و هندوها در کشور هند بیش از پیش می شود. اما این بار شکاف اختلاف میان طرفین بر سر مسجدی به نام گیوان وانپی از که هم مسلمانان و هم هندوها ادعای مالکیت آن را دارند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مسجد گیواناپی در هند یکی از سه هزار مسجد در این کشور است که هندوها مدعی هستند بر ویرانه های معبد ساخته شده و اخیرا نیز مورد اختلاف میان هندوها و مسلمانان است مسجد گیواناپی واقع در شهر بنرس یا واراناسی دومین مسجد در شمال هند بعد از مسجد بابریست که مورد اختلاف میان هندوها و مسلمانان است این مسجد در قرن 17 همه میلادی بنا شده و هندوها مدعی هستند که این مسجد بر ویرانه های یک معبد بنا شده است. مسجد گیواناپی یک بار در سال 1992 به دست شماری از هندوها تخریب شد و همکنون بعد از گذشت سالها این مسجد همچنان محل اختلاف است و پرونده آن در سدادگاه هند مورد بررسی قرار گرفته است. این مسجد در شهر مقدس هندوها و در حوزه انتخابی نارند رامودی نخست وزیر این کشور واقع شده و همین امر مسئله را پیچیده تر کرده است. بر اساس گزارش های متناقض یک ستون سنگی که نماد شیوا الهه هندوهاست در این مسجد واقع شده این در حالی است که مسئولان مسجد این ادعا را رد کرده و معتقدند این اثر در واقع یک چشمه است در همین راستا پنج نفر از زنان هندو از دادگاه محلی درخواست کردند زیرزمین این مسجد برای برگزاری آین مذهبیشان باز شود. این در حالی است که شش ماه گذشته نیز در هند این مسئله مطرح شد و بار دیگر این پرونده باز شده است. در جلسه ای که اخیرا برگزار شد دادگاه مسئولان مسجد را به دلیل اینکه در مدت قانونی به این اعتراض پاسخ ندادند، به صورت نمادین جریمه کرد و همچنین مسئولان این مسجد به درخواست هندوها برای باز کردن زیر زمین مسجد به منظور بررسی علمی این مکان توجهی نکردند و اجازه دسترسی به هندوها را ندادند. در حال حاضر مسجد گیواناپی از همه طرف توسط حزب نارند رامودی مورد احاطه قرار گرفته است. این مسجد در کنار معبد کاشی ویشوانات واقع شده و در معرض تخریب قرار دارد زیرا خانه های بسیاری نیز در این منطقه تخریب شده است. نیروهای امنیتی از این منطقه حفاظت می کنند و مانع نزدیک شدن مسلمانان به این مسجد می شون. و میدانند که تنها مسلمانان در زمان نماز به این مسجد میآیند علی اکبری اخبار شیعه